محبوب ترین قابلیت iOS 5 برای من iMessages هست. iMessage رو شما هم روی آیپد، هم روی آیپاد تاچ، هم روی آیفون میتونید ازش استفاده بکنید. روی هر کدوم از این وسایل اگر iOS 5 نصب شده باشه و به اینترنت هم وصل باشن، شما میتونید براشون iMessage بفرستید. iMessage هم با اپل آیدی اشخاص کار میکنه، هم با شماره تلفنشون. به طور مثال اگر شما توی دفترچه تلفنتون یک سری از دوستانتون شمارهشون هست، آیفون هم دارن، روی آیفونشون iOS 5 هم نصب هست، میتونید بر اساس شماره تلفنشون واسه شون iMessage بفرستید. اگر آیپاد تاچ یا آیپد دارن و روی اون آیپد اپل آیدی شون ست شده، هم میتونید براشون باز iMessage بفرستید. یعنی الزاماً نیاز به شماره تلفن برای موبایل نداره. هزینه مخابراتی هم طبیعتاً نداره چون داره از اینترنت استفاده میکنه. عکس، فایل صوتی و فیلم رو هم شما میتونید به iMessageتون اضافه بکنید و خیلی راحت برای افراد سند بکنید. برای استفاده کردن از iMessages شما اول باید بیاین توی سیتینگ جنرال، iMessages رو روشن بکنید و اینجا اپل آیدی خودتون رو وارد بکنید که بعدن اگر برای کسی از دوستانتون خواستین iMessage بفرستین، دقیقا بعد به همین اپل آیدیش بفرستید و توی قسمت اون جایی که شما بعد شماره تلفن یا اپل آیدی رو بزنید، میتونید اون بالا اپل آیدیش رو بزنید یا شماره تلفنشون رو بزنید و براشون iMessage سند بکنید. اما از کجا میشه تشخیص داد که الان اون شخصی که من دارم واسش iMessage میفرستم، دارم براش SMS میفرستم، از سرویس مخابراتی استفاده میکنم، یا دارم براش iMessage میفرستم؟ این دکمه سندی که شما میبینید اگر آبی رنگ باشه و زیر اون تکسی iMessage نوشته شده باشه، شما iMessage دارید سند میکنید، و اگر سبز باشه دارید از سرویس مخابراتی استفاده میکنید.